در شهرستان خاف حدود 450 اثر تاریخی شناسایی شده که از این تعداد 105 اثر در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده. تعدادی از این آثار مربوط به محوطه‌های تاریخی و قبرستان‌های تاریخی است که متأسفانه چند سالی است افراد سودجو اقدام به حفاری غیرمجاز در این محوطه‌ها و قبرستان‌ها نمودند که علاوه بر تخریب این آثار تاریخی موجب تشویش اذهان عمومی شده است. در چند سال اخیر تعداد از این قبرستان‌های تاریخی از جمله اخیراً در نیازآباد، خلگرد، ربات زیارت و کبودانی و سیجاون متاسفانه مورد دستبرد افراد سودجو قرار گرفته. از جمله یکی از نظرات ای است که ای امکن متاسفانه کندکاری شده، حالا به همین وضعی که میبینین به در اومده، حالا یک دو سال جلوتر کندکاری شده، یک سال جلوتر کندکاری شده، ای هم آثار هست که از داخل کندکاری آجرا به در آوردن. خودی به حساب اون موقع دوری دینا که کش میکردن تا از پای خاک بر نمداشتن و عقیده داشتن که زیارت هست و خاکی وقت پای دست نمزدن. علی‌رغم این که در دین اسلام همراه با متوفی هیچ اشیاء یا جنسی دفن نمیشه، متاسفانه به علت ناآگاهی این افراد اقدام به تخریب این بنای تاریخی نموده. همین باغی که الان اینجا پسته هست، همین باغ معروفه به باغ مدرسه، که معلوم نیست اینا حالا 400 سال 500 سال پیش 600 سال پیش اینو مدرسه بوده، اینجا معروفه به باغ مدرسه که الان ایجو شده بود. این آجر هست که از اینجا به در آوردن، اینو نیمه آجر که از اینجا به در آوردن، آجرای بزرگ به در میآوردن از اینجا که شاید هم ببردن خود آجرا رو نیست. روز جمعه صبح اومدیم سر قبرستون یک فاتحه بخونیم، بعدم گفتیم بریم تو مزارم یک فاتحه بخونیم. فلان وقتی که اومدیم دیدیم که خراب کرده بودن اسوناش و این همه همونجوری گذاشته بوده و فلان اینا، دیگه زنگ زدیم به 102 و به میراث فرنگی، اینا زنگ زدن که اومدن دیگه یک بررسی کردن و نوشتن دیگه چیز کردن دیگه. بعد از اینکه صبح جمعه اینا بعد از ظهر پنجشنبه که اومده بودن برای فاتحه خونی، آقایون زنگنه اومده بودن به طوری که سالم بوده، بعد صبح جمعه تعدادی از اهالی آمده بودن که فاتحه مجددا بخوانن، دیدن که دو تا از قبر آرامگاه مجد خافی، مجد مازی کلا تخریب شده و کل تابوت و استخوان همه بیرون آورده شده بود. بعد اطلاع دادن به 110 و به شورا، چون بنده جز شورا هم هستم. بعد موقعی که مراجعه کردیم دیدیم کلا کل آجرها و کل قبرستون تخریب شده بود و استخوان ها و تابوت بیرون آورده شده بود. بعد از اینکه 110 و پاسگاه انتظامی سنگان آمدن و با تماسی که به میراث فرهنگی داشتیم، بعد گفتن فعلا دور و بر دستکاری نشه تا اینکه بچهای میراث فرهنگی به عنوان کارشناساشون بیان. کارشناساشون که بعد از ظهر مراجعه کردن، از استخونها یک مقداری رو برون نمونه برداری بردن، بعد و گفتن آقا با تماسی که ما با دهیار و شورای محترم میگیریم، میگیم که آقا فعلا سر اون جای تخریب شده فعلا همونطوری بازسازی بشه تا اینکه بعدا ما فکر برداریم. دیگه بعدش هم هنوز خبری از میراث فرهنگی نشده. و مهمترین مشکلی که الان اینجا ما داریم، سه تا عزخانه هست، مسجد هست و مزار مجد مازی، که اینا رو چند سال پیش میراث فرهنگی آمدن مقداری از اینا رو بازسازی کردن، ولی درهاشون همونجوری بازه. لااقل الان مثلا چند سری از طرف شورا و دهیار اعلام آمادگی شده، ما میتونیم همکاری کنیم که لااقل قفلی، دری چیزی داشته باشه، نگهبانی چیزی داشته باشه، ولی هیچ کس از میراث فرهنگی هنوز پیشنهادی یا مثلا اقدامی انجام نداده. چهار تا قبری که در اینجا مشاهده میکنین، دو تا خانم، دو تا آقا، مردم اعتقاد خاصی به اینا دارن و میگن خواجه به اینا، که اینا خواجه از زمان های تیموریان و در زمان تیموریان اینا هست، تقریبا 700 سال پیش اینا قدمت داره. بعدن این دو تا قبر که بزرگتر هست، این خانما همین جور بوده ولی یک کم گج داشت روشون، ولی اینا بزرگتر بود، اینقدر بود و گنبتی شکل بود قبرشون. اینا نیازآباد جای تاریخی خوبیه، ولی متاسفانه میراث فرهنگی و امثال اینا بیمیلی دارن برای نیازآباد. مجنواد جنرال روزانی یک دوستای هست که الان که قبلن بالای 20,000 جمعیت داشته، شاید 23,000 جمعیت هم داشته. بعد کل به حساب منطقه شهر مجنواد دو موقع الان افتیده بین کشته ها مجنواد. بعد یک مدت یک عده پیدا شدن و شروع کردن به کندکاری، یک دو جور کندن. آثار فرهنگی از اینا، آثار باستانی هست که اینا رو بعد میراث فرهنگی از اینا محافظت کنه. محافظت نشه میان اینجور شبا میان اینا رو برداشت میکنن. حالا چیز هست اینا که 100% بی هیچ چی نیست، اینا اگر یک متر دندون نوره خوره خب نمیکردن این کارو، حتما چیزای از اینجا به در آوردن.
کنم همین نور مرمت شد.